22 روز مهر ماه برابر با 14 اکتبر، روز جهانی استاندارد. استاندارد و استاندارد کردن از پایه‌های استوار علم و فناوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقش بسزایی دارد. استاندارد عبارت از نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجارب بشری است که به صورت قواعد، مقررات و نظام‌هایی به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه‌جویی در اقتصاد ملی، حفظ سلامت و ایمنی عمومی، گسترش مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی و سایر موارد به کار می‌رود. اندیشه تشکیل سازمان بین‌المللی استاندارد در نشست رؤسای مؤسسه‌های استاندارد 25 کشور جهان در لندن شکل گرفت. پس از آن مجمع عمومی سازمان بین‌المللی استاندارد مقرر داشت که این روز به نام روز جهانی استاندارد تعیین و نامگذاری شود. در نهایت با تصویب سازمان ملل این روز با عنوان روز جهانی استاندارد اعلام شد. سال 83 پیش از هجرت، تاجگذاری کوروش هخامنشی و آغاز سلسله پادشاهی هخامنشیان در ایران. پس از قدرت گرفتن کوروش هخامنشی و تصرف سرزمین بابل، وی در پرستشگاه بابل تاجگذاری کرد. از این زمان بود که پادشاهی سلسله هخامنشیان آغاز شد و حکومت شاهنشاهی در ایران بنیانگذاری گردید. کوروش در ابتدا شوش را به پایتختی خود برگزید. وی سرانجام پس از 10 سال سلطنت درگذشت. سال 1269 خورشیدی برابر با 1890 میلادی، زادروز دوایت آیزنهاور، 34 رئیس جمهور آمریکا که در ایالت تگزاس آمریکا به دنیا آمد. وی پس از طی تحصیلاتش در دانشگاه نظامی واشنگتن وارد ارتش شد و در جنگ جهانی اول به عنوان افسر نیروی زمینی شرکت داشت. آیزنهاور در طی سالهای بعد مدارج ترقی نظامی را پشت سر گذاشت، به طوری که در اوایل جنگ جهانی دوم ریاست ستاد مشترک ارتش آمریکا و رأساً فرماندهی نیروهای آمریکایی شرکت کننده در جنگ را بر عهده گرفت. وی همچنین چندی بعد به فرماندهی عالی نیروهای متفقین انتخاب شد و پس از پایان جنگ فرمانده سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو گردید. آیزنهاور در نهایت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پاییز سال 1952 میلادی شرکت جست و از طرف حزب جمهوری خواه آمریکا در 63 سالگی به کاخ سفید راه یافت. سال 1325 خورشیدی برابر با 1946 میلادی، تشکیل سازمان بین المللی استاندارد. سازمان بین المللی استاندارد از جمله مجامعی است که بعد از جنگ جهانی دوم تأسیس شده است. این سازمان که بر اساس حروف اول آن ایزو نامیده می شود، مهمترین سازمان جهانی در رشته تدوین و تعمیم استاندارد در سطح بین المللی است. ایزو در تمام رشته ها به جز رشته برق و الکترونیک و مواد دارویی فعالیت دارد و رشته های یاد شده بر عهده 2 سازمان بین المللی الکترونیک و سازمان بهداشت جهانی است. علاوه بر کمیته های فنی، تعدادی کمیته های عمومی نیز زیر نظر شورای ایزو تشکیل شده تا درباره مسائل عمومی، فنی و اداری این سازمان بررسی و مطالعه نمایند. پیشنهادات این کمیته ها برای تصویب به شورا عرضه می گردد. مقر سازمان بین المللی استاندارد در شهر ژنو واقع در کشور سوئیس است.